سلام چهارشنبه 17 آبان 91 هفته نوامبر 2012 میلادی در مورد هشت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه احتمالا همونطور که در اخبار شنیدید و همونطور که خیلی از ناظرین سیاسی پیش بینی میکردند آقای اوباما مجددا به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد بودن آقای اوباما در کاخ سفید ادامه سیاست های قبلی است که میشه انتظار داشت تحریم های علیه جمهوری اسلامی سختتر و شدیدتر بشه به خصوص اینکه بخش بزرگی از اونها در کنگره امریکا تصویب میشه و اتحادیه اروپا هم با آقای اوباما همراهی بیشتری داشت نسبت به رئیس جمهورهای قبلی بنابراین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و البته در جریان مبارزات انتخاباتی هم هر دو تا کاندیدان نسبت به ایران و اینکه نباید جمهوری اسلامی به صلاح هسته ای دسترسی پیدا کنه بسیار سختگیر بودن. نکته دوم اینکه آقای ستار بهشتی کارگر سی و پنج ساله ای که از محله رباط کریم تهران ده روز پیش با خشونت تمام دست گیر شده بود و خبری از او نبود متاسفانه روز گذشته مامورین امنیتی به خانواده او خبر دادند که امروز بیاید و در کهریزک جنازه ستار رو تحویل بگیرید بچه های بند 350 اوین او گفتن که یک شب او رو دیدند که به شدت شکنجه شده بوده و هیچ جای سالمی در بدنش نبوده هنوز نمیشه قضاوت کرد که چه بلایی سر ستاره بهشتی آوردند، ولی به نظر میرسه که وحشی های حکومت او رو زیر شکنجه کشتن او که از سلامت کامل برخوردار بود و یک فعال اجتماعی و سیاسی محسوب میشد اعلام کردن مامورین امنیتی که ناراحتی قلبی پیدا کرد اما از سوی دیگه در زندان اوین از بند زنان توانستند با پیروزی خواسته خودشون رو بعد از چند روز اتصاب قضا به کرسی بشونند. مسئولین زندان تحهد دادند که با خاطیان برخورد میکنند، پیگیری میکنند و دیگه این قبیل برخوردها با زنها تکرار نخواهد شد این نشون داد که اتحاد زندانیان سیاسی و اکسیون موفقی مثل اتصاب قضا حکومت رو در موضع ضعف قرار میده و اصولا حکومت در جایی استاده که سعی میکنه از این قبیل فشارها اجتناب بکنه و ناچار به عقب نشینی میشه حسین رونقی هم که دست به اعتصاب غذا از روز شنبه زده بود و خواستش این بود که به دلیل مشکل کلیه که داره او رو به بیمارستان ببرن دیروز موفق شد پیروز شد در اعتصاب غذاش و خواستش رو گرفت به بیمارستان منتقل شد آقای مهندس عباس امیر انتظام یکی از با سابقه ترین زندانیان سیاسی ایران که به حبس بعد محکوم شده و به دلیل کهولت سن و ده ها بیماری که در زندان به اون دچار شده بیرون از زندان تحت نظر هست برنده جایزه سالانه مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا اعلام شد نکته سوم اینکه قیمت بلیت های پرواز های داخلی کشور 65 درصد افزایش پیدا کرد عضو انجمن فولاد هم اعلام کرده که بخشنامه جدیدی به صنعت فولاد شده که تسهیلات ارزی رو که قبلا با ارز 78 تومانی گرفتن 780 تومانی گرفتن بعد با ارز 2500 تومانی تصفیه بکنن و به گفته این عضو انجمن فولاد برای صنایع فولاد غیر ممکن این رو بکنن به خصوص اینکه جلوی صادرات رو هم بستن و امکان تأمین ارزی بدهی های ارزیشون رو هم ندارن محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هم گفته که نفت ایران رو نمیخرند تازه مشتری که باشه کشتی ها نمیبرند کشتی بخوان ببرن بیمه نمی کنن و بعد هم تازه اگر همه اینا رو دور بزنیم پول رو نمیتونند بدن و به موقع پول نفت تحویل داده نمیشه و خلاصه این حضراتی که ایشون و رئیسش یه روزی میگفتن قطنامه ها ورق پاره بیش نیست حالا دنبال اینند که دائما بگن همه گرفتاری های کشور مال تحریم هاست و تحریم ها خیلی شدیده و هیچ کاری نمیشه کرد روزنامه های حکومتی هم این دائما سعی میکنن بگن که سقوط آزاد ارز ادامه داره ارز عرض ارزون شده حتی شده 2500 تومن دلار سکه ارزون شده اما واقعیت این است که صراف ها اکثرا تابلوی نصب کردند که ارز برای فروش ندارند و کماکان قیمت 3000 خورده ای تومن ارز در پرده ابهام نکته چهارم این که آقای مزفری شمس فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که از چهل هزار میلیارد تومن پروژه های عمرانی دولت سه هزار و دویست میلیارد قرارگاه خاتم الانبیا داره ایشون فکر کرده این عدد کمی هشت درصد بودجه عمرانی دولت رو یک قرارگاه داره ضمن اینکه دهها شرکت و سازمان دیگه سپاه هم دهها پروژه دیگه کشور رو از دولت گرفتن و ایشون اعلام هم کرده که اگر طلب هایی که از دولت دارن قراره اموال دولت رو سپاه بگیره ضمن اینکه پاره از اموال دولت رو قبلا تصاحب کرده آقای نوری زاد هم که به نمایشگاه مطبوعات رفت و اونجا درگیر شده بود در درگیری هایی که داشته ازش گفته بودن تو سند داری بابت حرف که زدی و دوباره تاکید کرده بود بر اینکه 800 میلیون تومان آقای شهرام جزایری به مجتبی خامنه ای پول داده و گفته من سند اون رو هم دارم نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی هم گفته که برای زلزله زده ها هلال احمد لباس های کهنه و دست دوم فرستاده مرکز پژوهش های رئیس جمهوری هم اعلام کرده که کمیته امداد باید مالیات بده در واقع سعی کرده یک لگد به این پایگاه هیات های متلفه بزنه و یک وچه دیگه ای از جنگ و رقابت های سیاسی رو نشون بده نکته پنجم می که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی که بابت سوال از آقای احمدی نژاد مطرح شده بوده صراحتا گفته که من از رهبری پرسیدم و او در مورد سوال از احمدی نژاد نظری نداره اگرچه فراکسیون اصولگراها گفتند که بر پایه استنباط از رهنمودهای رح رهبری طرح سؤال رو جایز نمیدونن به حال کاملا باز هم بی مجلس شورای اسلامی دیده میشه که برای یک سال ساده از رئیس دولت دائما باید اثبات کنن که رهبر آیا اراده فرموده یا اراده نفرموده نکته ششم این که ایران اعلام کرده در کنفرانس خلصلا اتمی در هلسینکی شرکت میکنه و یک خبری رو یک سایت اسرائیلی داده که آقای سلطانیه با مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل در بروکسل ملاقات کرده که به نظر خبر خیلی عجیبی میرسه و به تقریبا میشه گفت به شایعه بیشتر شبیه ولی به هر حال موضع اخیر حکومت ایران این شده که کمپینی بکنه که در منطقه باید همه خل اصلاح بشن که حرف درستی هم است اما از جمهوری اسلامی کسی نمیتونه بپذیره برای اینکه خودش زیر پرده ابهام قرار گرفته فعالیت های هستیش نکته هفتم این که ترکیه اعلام کرد که هفت ژنرال ارتش سوریه از مرز رد شدند و از رژیم اسد جدا شده و در ترکیه تقاضای پناهندگی کردند. حماس سازمان فلسطینی حماس از کشتار مردم سوریه انتقاد کرد و به همین دلیل هم مقامات امنیتی سوریه بلافاصله دفاتر حماس را همه رو پلوم کردند و به این ترتیب پایان ارتباطات حماس و سوریه رقم خورد. و اما نکته آخر اینکه وزارت اطلاعات نابغه کشور که تحلیل سیاسی رو زحمت کشیده و منتشر کرده دیروز و در این دلیل سیاسی گفته اگر آقای اوباما انتخاب بشه کار برای ایران سختتر میشه از اون حرفهایی که حیف بودجه هایی که حضرات مصرف میکنن تا این فرمایشات رو بفرمایند اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی